خب بسم الله الرحمن الرحیم. اول من پروژه خود سیو میکنیم سیز. مثلا با نام 01.dwg. دیگه سیتنگز آمده 01 رایت کلیک ادیت دروینگ سیتنگز و در قسمت سلیکتید کوردینیت سیستم کود UTM 84 42 N نوشته میکنیم سیز. سکله مثلا یک نسبت 100 قبول میکنیم. صحیح شده انشاءالله؟ صحیح و اوکی. خب دیگه نقاط امپورت میکنیم. پروسپکتر رفته پوینتس رایت کلیک و کریئت میگیم و از اینجا امپورت پوینتس. صحیح شد؟ یا دیگه روش چی است؟ از مینوی پوینتس امپورت اکسپورت پوینتس امپورت پوینتس کلیک میکنیم. اول نویتش انتخاب میکنیم. نویت پوینت های ما چی بود؟ پوینت نمبر، نارتینگ، ایستینگ، الیویشن، دسکریپشن که توسط سپیس جدا شده بود. سیز ات فایلز و فایل خود انتخاب میکنیم. فایل به نام پوینتس بود. پوینتس میگیم و اوپن. صحیح شد انشاءالله. اگر اینجا مکمل معلوم نمیشد، مثل که مثلا این مکمل معلوم نمیشه، باز اینجا شما دبل کلیک کنید، این باز خود اجست میکنید. صحیح؟ و اوکی. نقاط امپورت شد. حالا چی کار میکنیم؟ زاید انتر، ای انتر. خب دیگه دین روز درس ما شما در حقیقت در قسمت چی بود؟ در قسمت پوینت ستایل و پوینت لیبل ستایل. صحیح؟ خب چی کار کردیم ما شما دین روز؟ پوینتس گروپ رفته، آل پوینتس رایت کلیک و پروپرتیز رفتیم. صحیح شد؟ دیجا اول ما شما پوینت ستایل داشتیم، گفتیم اگر بیسک انتخاب باشه حالت بیسک است، اگر بینچمارک انتخاب باشه مثلا تمام نقاط شکلش باید شکل بینچمارک تبدیل میشه. صحیح؟ به طور مثال پاسی را بیسک میگیریم. صحیح شد؟ دیگه پوینت لیبل ستایل داشتیم، از اینجا گفتیم دسکریپشن اونی صرف معلوماتش میه، الیویشن این دسکریپشن هم معلومات و هم الیویشنش. صحیح؟ به طور مثال پوینت نمبر، الیویشن و دسکریپشن انتخاب میکنیم. ای پوینت نمبر است، ای الیویشن و ای دسکریپشن. فهمید شد انشاءالله؟ جناس ماوس آورد بود؟ خیر یه سکرول از این اندازه مشکل دار. خب دیگه پروپرتیز رفته. دیگه ما شما گفتیم که کریت نیو است، وقتی که کریت نیو کلیک کنیم خود ما میتونیم یک پوینت ستایل جور کنیم. صحیح؟ اول انفورمیشن آمده اینجا نامش را میتونیم، مثلا نامش را به طور مثال ما نوشا میکنیم که نیو پوینت ستایل NPS. صحیح شد؟ در دسکریپشن معلومات درباره خود می پوینت ستایلی که ما جور میکنیم. کریتد بای توسط کی جور شده؟ لاست مودیفاید بای، دفعه آخر توسط کی مودیفای یا تغییرات دی آورده شد. دیت کریتد در کدام تاریخ جور شده و دیت مودیفای در کدام تاریخ دی تغییرات آمده. سایس خب چی کار میکنیم؟ مارکر میم. اول دیجا داریم یوز آتو کت پوینت تو مارکر. ایره اگر ما انتخاب کنیم فقط دیجا به شکل یک نقطه موقعت نقطه را به ما نشان میده. اگر گفتیم یوز کستوم مارکر، ما شما میتونیم که نویتش از اینجا دلخوا انتخاب کنیم. سایز به هر نویتی که خواسته باشیم. به طور مثال ما اکس با دایره مکس میسازم. سایز شد؟ و یا این که ما شما با استفاده از یوز AutoCAD بلاک سیمبل فار مارکر از استفاده میکنیم. به طور مثال اگر ما ستیشن مارک انتخاب کنیم، علامه ستیشن مارک اینجا میاد. اگر ما ول انتخاب کنیم، علامه ول اینجا ظاهر میشه. وقتی که ما اوکی کنیم، یک اوکی دیگه، حالا تمام پوینت ها تبدیل به چی شد؟ ول. حالا این را صحیح نشان نمیتن اینجا، میبینین این دایره را صحیح نشان نمیتن. آر این نوشا میکنیم در صفحه انتر، این باز خود بس اجست میکنیم. این را به نام ریجنریتینگ یاد میکنه. صحیح؟ زاید انتر، ای انتر. خب
رایت کلیک پراپرتیز و ام دفعه چی کار میکنیم؟ ام دفعه پوینت استایل ما شما کریت نیو نمیگیم، بخاطر که پوینت استایل داریم. ام دفعه چی میگیم؟ ادیت کرنت سلکشن، یعنی امیر ما ادیت میکنیم، می تغییر میاریم، صحیح؟ ادیت کرنت سلکشن. خب مارکر روتیشن انگل گفتم می زاویه می تسیس با یک زاویه می چرخانه و از قسمت سایز گفتم مزید ما شما میتونیم میره اندازه بتیم. تمام از یارا تشریح کردیم یوز دراوینگ سکیل چی است، یوز فیکس سکیل چی است. گفتیم در یوز فیکس سکیل ما شما میتونیم در جهت ایکس جدا میقیاس، در جهت وای جدا میقیاس، در جهت زد جدا میقیاس سیره بتیم سایز. دیگه یوز سایز ان ابسولوت یونیتس، به طور مثال ما جناب شما میکنیم 0.25، یعنی اندازه مارکر 0.25 واحد باشه، یعنی واحدش چی است؟ متر است. و اگر ما شما انتخاب کردیم یوز سایز ریلیتیو تو سکرین، اینجا باز نظر به فیصدی، مثلا اگر ما نوشته کنیم که 10 به مفهوم که 10% از صفحه را بگیره، اگر ما نوشته کردیم 100 به مفهوم که 100% از صفحه را بگیره، صحیح شد. نظر به فیصدی ما اینجا برش نوشته میکنیم که سایزش چقدر باشه. یوز دراوینگ سکیل و اینجا به طور مثال 2 نوشته میکنیم. خب دیگه در قسمت دیسپلی گفتم که میتونم میره لیرش تغییر بدم، صحیح؟ دو کماند داره مارکر لیبل. مثلا ما شما کمپوننت مارکر ویزیبیلیتی شما میتونیم آن و آف بسازیم، نشان بده نشان نده، صحیح؟ و همچنان از اینجا لیرش انتخاب کنیم. فرض اینجا کلیک میکنیم تمام لیرهایی که در اتوکد سیویل 3D هست اینجا ظاهر میشه، صحیح؟ لیر خود انتخاب میکنیم. اگر به طور مثال ما میخواستیم یک لیر نو بسازیم، نو جور کنیم، چی کار میکنیم؟ نیو کلیک میکنیم. اینجا نام لیر نوشته میکنیم برش، مثلا من نام لیر مارکر نوشته میکنم مارکر، صحیح شد. کلر کلیک میکنیم، اینجا رنگش انتخاب میکنیم. لاین تایپ، لاین ویت، لاکت آن، فریز، پلات ستایل، پلاتی یه پارا ما تشریح کردیم، صحیح؟ ضرور نیست که زیاد وقت میگیره. اوکی و یک اوکی دیگام آره اوتوماتی مربوط چی شد؟ لیر مارکر شد. در قسمت کلر ما شما آمده با لیر انتخاب میکنیم، به این مفهوم که رنگ خود نظر به رنگ لیر بگیره، صحیح؟ ایجام لاین تایپ، ال تی سکیل، لاین ویت، پلات ستایل ایجام دارم. دیگه ما شما برای لیبل هم مثلا کلیک میکنیم، نیو میگیریم، یک ستایل جور میکنیم، یک لیر جور میکنیم، مثلا این لیر نامش میمانیم لیبل، صحیح شد؟ لیبل رنگش کلیک و به طور مثال اینی رنگ انتخاب میکنیم، اوکی میگیم، اوکی و اینجا رنگش با این لیر میگیریم، اوکی. حالا اگر ما شما ایره اوکی کنیم ببینیم که اگر ما ایره نزدیک بیاریم آر ای انتر صحیح شد. رایت کلیک پراپرتیز. خب دیگه دی ما شما دیگه چیز نداشته. پوینت لیبل ستایل دیگه ما شما گفتیم که لیبلش ها میتونیم به انواع مختلف یا به ستایل های مختلف بیاریم. اگر ناتینگ اند استرینگ انتخاب کنیم دیگه برای ما در پهلوی مارک ناتینگ استرینگش نشان میده، صحیح؟ دسکریپشن اونلی، صرف دسکریپشن. و یا ای که ما شما کریت نیو بگیم، خود ما یک ستایل جور میکنیم، صحیح؟ کریت نیو و دیجا در قسمت نیم نوشته میکنیم نیو پوینت ستایل فرزن ال فار لیبل، صحیح شد؟ اوکی و ای را ایدیت میکنیم، ایدیت کرنت سلکشن. خب این ایجا نامش هست، ایگه پاتیکولاریز. خب جنرال رفته دی ما شما تغییر نمیاریم، میره تشریح کردم نه. لیاوتس میم، در لیاوتس ما شما چی کار میکنیم؟ در لیاوتس ما شما اول تکست هایت مهم است، اندازه شما میتونیم از ایجا تغییر بتیم، دو میسازم، چهار میسازم، خرد و کلان میکنیم اندازه شما، صحیح؟ دیگه چی مهم بود دیجا؟ ایکس آفست، وای آفست، گفتیم میره میتونیم که آفست بتیم، صحیح؟ مثلا در محور ایکس چهار این طرف آمد، در محور وای مثلا دو بالا رفت و یا پسی را صفر میگیریم، صفر صفر. کلر رنگش ها پردن رنگش ها اینی رنگ انتخاب میکنیم. ای
در قسمت کامپوننت نیم فعلا ما شما چی انتخاب کردیم؟ پوینت نمبر. پس تغییرات را که ما دیجا میاریم در چی وارد میشه؟ در پوینت نمبر وارد میشه. اگر ما شما از اینجا پوینت دسکریپشن انتخاب کنیم، بعد از او به طور مثال رنگش تغییر بدیم، این تغییرات حالا در چی میه؟ در دسکریپشن میه. صحیح شد؟ خب و دیگه اگر خاص باشه ما یک کامپوننت دیگه هم جور کنیم که دو کامپوننت نارتنگ استرینگ داشته باشیم، پس چی کار میکنیم ما؟ از اینجا ما شما میگیم که create text component. اینجا اوتومات text label text اضافه میشه. label text که اضافه شد، نیمی از اینجا ما شما میمانیم چی؟ northing and eastern. صحیح شد؟ visibility through size. در قسمت contents چی کار میکنیم؟ در قسمت context اینجا آمده اینجا delete میکنیم. صحیح شد؟ و از قسمت پراپرتیز چی انتخاب میکنیم ما؟ اول نارتنگ انتخاب میکنیم، صحیح شد؟ پرزشن است مثلا دقتش سه خانه اشار میگیریم، اد میکنیم و دیگه نوشه میکنیم که ان دو نقطه. بعد از او چی کار میکنیم؟ بعد از او پایین آمده این را انتر میکنیم، پایین میم سیس پایین آمده ام دفعه دیستنگ میاریم، دقت از این هم سه خانه اشار میگیریم، این را اد میکنیم، اینجا نوشه میکنیم ای دو نقطه. اوکی، حالا اینجا اوتومات ببینید که ایسترنگ نارتنگ و ایسترنگ نقطه رو برای ما اینجا نشان میده. صحیح شد؟ آن مدر بالا میبریم سیست؟ نقطه دونی بالا میبریم؟ نه نه، ای را پایین میاریم. خب، بالا میبریم؟ ای را پایین میاریم. میرم بالا میبریم؟ هیچ مشکل نداره، منتها منظم میسازیم ای را پایین میاریم، صحیح؟ پس چی کار میکنیم؟ وای آفست میتیم، مثلا وای آفست 5. خوی مثبت است، البته منفی باید بتیم. مثلا منفی 8 من نوشا میکنم، نه منفی 10 نوشا میکنم، صحیح است؟ منفی 12 اگر بگیرم 12، صحیح است؟ و در جهت x چند نوشا میکنم؟ در اینجا 12 اگر من نوشا کنم، نه 14، 14 صحیح است؟ 14 میگیریم، صحیح شد؟ دیگه چی کار میکنیم؟ دیگه ما شما border میتیم میره rounded rectangular و visibility شد true میسازیم و همچنان رنگش از اینجا تغییر میتیم. خب رنگ تکست هم تغییر میتیم، اینجا رفته یک رنگ دیگه انتخاب میکنیم. اوکی اوکی حالا اینجا ببینید که ما نقاط خود را پیش نکنم. فهمیده شد انشالله؟ خب این را باید یک اندازه دیگه هم این طرف بیاریم، صحیح است؟ خب خیلی دیگه هم مهم نیست با در تیش هم بیفهمید که چی رقم بیاریم. نورتنگ این ایستی توپ لیفت صحیح سیس. دیگه یه چیزایی بود که ما شما دین روز خوانده بودیم سیس. البته دین روز بسیار با تفصیل کار کردیم، امروز فقط به خاطر دیگه در کار نامده بود بسیار زود چیزای مهم مهم میشه خواند. مشکل دارین در این باره؟ نداریم؟ مختنم سوال که در سرم یه یکی استازم گفتی که نوشته از بغل خود چیز رکتنگولر یکم این طرف طرف آفست بگیرم. آفرین ها او را ادیت میکنی اینجا سر از اینجا سهیست؟ اینجا میریم گپ اول از اینجا نارتنگ این ایستنگ انتخاب و از اینجا آمده گپ
مثلا ما اینه دو بیسیل شد آن زیاد شد بیدیم صحیح؟ جامان کلا احمد کنی اصول دیگه یک موبود خود پس آه لسویش نفهمید اگه کلا احمد کنی یک موبود پس خود ایبان نکنی آه یک موبود بود او پن نمیشه خب فهمیده شد انشالله سبا امروز موضوع ما شما هست گروپس صحیح؟ اگر متوجه شده باشین به طور مثال ما اینجا یک بینچمارک دارم یک کار میکنیم اینجا سبا پراپرتیز یا زیره بسک میگیرم که واضح معلوم شده اینجا آمده به طور مثال ایرم فقط ما پوینت نمبر رو نوشتم و دسکریپشن میگیرم حالا ببینیم اینجا صحیح شد؟ خواده اینی سا همه یک بینچمارک داشتیم اینه مثلا اینجا ببینین یک بینچمارک هست بنامه بینچمارک پنج دین روز انجنیر صاحبی یک سوال کرد سیست گفت اگر ما خواسته باشیم که بینچمارک ها را علیده یک ستایل بتیم سیست آره ما شما موضوع گروپس ها میخوانیم و موضوع گروپس همی کارا را انجام میده در حقیقت گروپس چی است؟ یعنی ما بعض نقاط در یک گروپ مشخص آورده و وقتی که ما چندی نقاط در یک گروپ بیاریم کمال گروپ یا وظیفه گروپ بی میشه که ما شما میتونیم که صرف اگر کانتور ترسیم میکنیم صرف زمو گروپ ترسیم کنیم مثلا ما در پروژه خود یک کنیم هزار نقطه داریم صحیح؟ صرف یک ساحیش مشخص میسازیم او را جدا در یک لیر میاریم و وقتی که سرفیس ترسیم میکنیم یا کانتور ترسیم میکنیم صرف برای امو گروپ ترسیم میکنیم پس ما باید جدا جدا گروپ داشته باشیم یا اگر تغییرات میاریم تغییرات وارد میکنیم یا نقاط اکسپورت میکنیم یا سیتینگز میتیم یا فارمت میتیم اگر ما جدا جدا گروپس نداشته باشیم تمام تغییرات را که ما میاریم سر تمام نقاطی چی میشه؟ اپلای میشه پس ما برای که برای هر بخش جدا جدا مثلا برای بینچمارک ها جدا برای دیگر نقاط جدا جدا ستایل داشته باشیم باید اون نقاط در جدا جدا گروپ ما بیاریم صحیح شد؟ خب طریقه های مختلفی هست که ما شما گروپ جور کنیم اول چی کار میکنیم ما شما یک روش کار میکنیم به طور مثال ما این را رایت کلیک میکنم و اینجا ما شما خود پوینت گروپ را رایت کلیک میکنیم و میگیم که نیو صحیح شد؟ نام گروپ ایجا میمانیم به طور مثال بنچ مارک بنچ مارک صحیح شد؟ یعنی ما برای بنچ مارک ها یک چی جور میکنم؟ یک گروپ جور میکنم خب دسکریپشن را میفهمین پوینت ستایل هم میفهمین سایز پوینت لیبل ستایل هم میفهمین از اینجا شما میتونین مثلا دلخواه یک پوینت ستایل جور کنین به طور مثال ما برای بینچمارک دلخواه یک پوینت ستایل جور میکنم ما کریت نیو آمده انفارمیشن آمده اینجا ما میگم که بی ام نامش چی باشه؟ بی ام باشه مارکرش چی رقم باشه؟ از بلاک استفاده میکنم من از بلاک استفاده میکنم و بینچمارک انتخاب میکنم صحیح شد نه؟ سایزش مثلا پنج میگیرم و دیگه خود دیگه اشتاگیر نمیارم اوکی میکنم
دیگه چه کار میکنم؟ دیگه پایین پوینت لیبل استایل ایجا آمده و ایجا هم من میگم کریت نیو. وقتی که کریت نیو گفتم ایجا نامش هم مثلا انتخاب میکنم بی ام، صحیح شد؟ و در قسمت لی اوتس آمده ما پوینت نمبر هم میمونم باشه، پوینت الیویشن هم باشه، پوینت دسکریپشن ها. دیجا من چی کار میکنم؟ کانتنتس رفته یک دو چیز دیگه هم اضافه میکنم. دی چی اضافه میکنم؟ نارتنگ اضافه میکنم، سیس، به خاطر که بنچمارک ها معمولا نارتنگ و استنگ میذاره باشه، سیس، نارتنگ و استنگ اضافه میکنم. اینجا کلیک میکنم و از این قسمت نارتنگ انتخاب میکنم و ایره پرزشن یا دقتش هم مثلا سه خانه اشار میگیرم، میره اد میکنم اینجا نارتنگ اد شد. دیگه اینجا پایین کلیک میکنم و استنگ انتخاب میکنم و از اینجا دقتش هم سه خانه اشار ایره هم اد میکنم دیجا. اوکی صحیح شده، یعنی اوتومات دیجا اد شد. رنگ از یاره تغییر میتونم، یعنی اینجا هم در رنگش هم یک رنگ دیگه انتخاب میکنم به طور مثال، صحیح؟ و ایره در داخل گپ میته میره مثلا 1.5، صحیح؟ خب خود ما اکسترال جور کردیم. اوکی حالا ما شما صحیح است که هم برای پوینت استایل اکسترال جور کردیم با نام بی ام و هم برای پوینت لیبل استایل اکسترال جور کردیم با نام بی ام. حالا مهم دیجی است که ما چطور سیویل 3D را بگیم که اینی نقاط شامل ای گروپ شود، مثلا بی ام 1، بی ام 2، یا خلاص بگیم که تمام بنچمارک هایی که در این ساحه موجود است او را در گروپ چی بیاره؟ در گروپ بنچمارک بیاره. این بسیار مهم است. این کار ما شما از قسمت انکلود انجام میدیم. از قسمت چی؟ انکلود. اینه؟ انکلود آمده اینجا ما شما چندین روش های داریم که از او میتونیم نقاط در داخل یک گروپ بیاره. مثلا روش اول چی است؟ With numbers matching. اگر ما فرضاً این را انتخاب کنیم و اینجا نوشته کنیم دو، وقتی که ما شما پوینت لیست بیایم اینجا برای ما نشان میده که صرف نقطه دو در گروپ شامل است. فهمیده شد؟ یعنی با استفاده از ویت نمبرز میچینگ اگر ما نوشته کنیم که دو، یعنی مطلب ایشی است که صرف نقطه دو در گروپ بیاییم، نقطه با نمبر چی؟ دو، یعنی پوینت نمبر دیجا ما نوشته میکنیم. اگر گفتیم مثلا 200، به این مفهوم که نقطه با پوینت نمبر 200 در گروپ شامل بساز. اگر ما اینجا برای من پوینت نمبر یا پوینت چند تا میجا اون 200 ده 200 شر نقطه ایم کلی بدی 200 باید راوی او فرضاً 200 نقطه شر غلط راوی، یعنی شر نقطه ایم 200 جوری کرده پوینت نمبر به دیتا خبر مثلا 200 و تو لی بکی رازی 200 در طبال موضوع ده من خواهر پوینت یا نمبر بدی آفرین هر پوینت یا نمبر خانون نم دقا شاید ها هر پوینت یا نمبر لدی مصد من بینچمارکونا لسم پینزه لسم شپارسم آفرین و سوام نه هم من بینچمارک جوده و ده کار بکن که دو سوام نمبر نه هم بینچمارک جوده و ده کار بکن. یعنی دلتا ده ده ویت نمبرنگ میچنگ مقصد داده سته ورتا ده پوینت نمبر ورکه مثلا تو ورته لسم د ایت ته تنام غل سم نمبر پوینت په دې ګروپ کې راوړي لاندې خبر کته ورته ورکه یو کما دوا یو کما دوا اوس پوینت لیست تر اوسه هم یو هم دوا وشول هغه ګروپ صرف یو وی تر اوسه لرل ګروپ یو با صرف لسم یو نقطه لرل دې ګروپ هغه یو هغه د لسم نقطه و لسم نقطه وشول ګوره دې منګه بنچمارک مون دوا سوم نه هم بنچمارک نه 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 ګوره جنس د منګه ګروپ په نامه د بنچمارک ده کنه دلته دلته موږ او تاسو د توس مو ته وایو سم کې کړم ده ښه آی نو سم چارجر از لري بیا چارجر شک چارجر ختم است ګور انجنیر سر موږ او تاسو یو ګروپ جوړ کړ په نامه د بنچ مارک صحیح ده دا برته رضا خراب بنچ مارک ده یو ګروپ لرو په نامه د بنچ مارک یعنی زه غواړم په دغه ګروپ کې د دغه ساحه کې چې څه بنچمارکونه دي صرف دغه پکې راولم په دغه ساحه کې چې څه بنچمارکونه دي یو د دوه د درې د لاس د سل دي دا غواړم په دغه ګروپ کې راولم نو ګروپ خو ما جوړ کړ په نامه د بنچمارک اوس زه غواړم چې هغه نقاط په دغه کې شامل کړم دغه کار زه له انکلود نه کوم که چیرته په انکلود کې زه له ویت نمبرز میچنګ نه کار واخلم دلته مطلب دا چې ته ورته د نقطې نمبر ورکې مثلا ورته لیکې چې 240مه نقطه د تا ته اوتومات هغه 240مه نقطه په دغه لیست کې راولي چې هر شی وا صرف تا نوم یک نقطه یا چندی صرف هم نقطه کې ما یې نام شمه ایتم نمبرش البته نام نه شامل اون نقطه مو شه دنه امکان نداره یعنی اگر ما خواسته باشیم بنچمارک ها را شامل ازی بسازیم باید نمبر بنچمارک ها به ما معلوم باشه خلاص صحیح هر کدامش چی کار کنیم
اینجا آمده مثلا برش بگیم که یک کامه، دو کامه، به طور مثال پنج کامه، هفت، یعنی نقطه یک، نقطه دو، نقطه پنج، نقطه هفت در این گروپ چه بساز؟ شامل بساز. حالا اگر ما شما پوینت لیست بریم، یک، دو، پنج، هفت، این نقاط در این لیست شامل شد. اگر بنچمارک بود یا نبود؟ آه، بنچمارک بود نبود. مثلا نقطه یک اینه بنچمارک هست، ای را ما آورد. فهمیده شد؟ فهمیده. ولی این یک اندازه مشکل است، بخاطر از اینکه ما نمیفهمیم که بنچمارک یک با نمبرش چی است، بنچمارک دو نمبرش چی است، سه نمبرش چی است، این یک اندازه چی است؟ مشکل است. و دیگه اگر ما به طور مثال 20 بنچمارک داشته باشیم، تمام از اینجا وارد کردنش جدا 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 این خودش یک کار چی است؟ جنجالی است، وقت گیر است، صحیح است؟ اینطور هم میتونه نفشه کنیم از یک الا پنج. فهمیده شد؟ باست سو که نمیزیم در یک گروپ فرد مثال سه چهار بنچمارک با یک گروپ نمیزیم، منظور وزید اینجا از یک تا پنج، پنج بنچمارک بر ما انداز گرفت نیست؟ نه، از نقطه یک الا پنج این نقاط در یک گروپ آورد. ما ترکنه نمیتونیم احساس که فرد مثال نقطه که یک گرفتیم همین پنج دیگر هم داخل از دو اضافه بریم، او تو کنم میشه نفهمیدم. فرد مثال از نقطه از بنچمار یک تا پنج هم داخل یک گروپ کنیم. آفرین. که همین شامل همین گروپ شد که کلشان به حساب الیویشنی که پشت کلشان متفاوت است. نه ما فرد مثال هم یک گروپ جور میکنیم به یکی، همین پنج شدیم یکی مندازیم، او تو کنم میشه. خب این کار ما میکنم نه؟ یک گروپ جور میکنم ما. ما یک گروپ جور میکنم اینه بنامه بنچمارک یک گروپ جور کردم ما. پنج تا یازی ها را دمی یک گروپ میدازم. خواهی درست است. صحیح است؟ خب این طریقه را فهمیدین؟ فهمیدین. With numbers matching. یعنی ایجا ما باید نمبر نقطه را بتیم. اگر گفتیم صد به این مفهوم که نقطه صد در این گروپ شامل بساز. اینجا سوان بپوش شده است. خب دو چیز در ایجا بسیار مهم است. اگر گفتیم یک کاما هفت به این مفهوم که نقطه یک و هفت اینه پوینت لیست میم نقطه یک و هفت، صحیح؟ اگر دیجا گفتیم که یک بعد از علامه منفی و هفت، یعنی از یک الا هفت، یعنی ما میتونم اینجا نوشته کنم که از یک الا هفت بعد از او باز از 25 الا 80. ای چی کار میکنه؟ ای از نقطه یک الا هفت این نقاط هم امپورت میکنه و از 25 الا 80 اون نقاط هم امپورت میکنم. حالا اگر من اینجا پوینت لیست برم، از 1 الا 7 باز از چند شروع کردم؟ از 25 الا 80. استاد اینو بیجا گیر تا کمپیوتر مثلا سایز باش کنم خطا مارکر داریم استاد اینو نکس میگم سوال هر سنجرسه او بس دا خو اگر بل روشته دا بل روشته بدی روش که بدی روش که with numbers matching ته جدا جدا دی پوینت نمبر ورکی دی پوینت نمبر رو تا ورکی جدا جدا صحیح درست صحیح سینجنه هستم کارو دیسکنیکت نشه چرا؟ صحیح شد؟ آکی. خب از این روش ما استفاده نمی کنیم اینه دیگه چی داریم ما؟ with elevations matching این را اگر ما انتخاب کنیم و نوشته کنیم که مثلا 1800 به طور مثال 40 یعنی نقاطی که ارتفاعش از در 1840 باشه او را برای مده ای گروه شامل بساز، صحیح؟ آره اگر ما اینجا برم نخواد نقطه باشه نیست بخاطر که ما نقطه ندارم که ارتفاعش 1840 باشه، صحیح؟ دیگه with names matching مثلا اینجا نوشته میکنم AS یعنی که نامش چی باشه؟ AS باشه، نامش AS باشه. خب نقاط ما هیچ نام نداره یا درد بخور نیست، اینی بسیار مهم است. With raw description matching این مسئله کود است، این مسئله چی است؟ کود. ما اینجا نوشته میکنم که BM که کودش چی باشه؟ BM باشه. حالا وقتی که من BM نوشته کنم اینجا برای ما اینجا میرم هیچ نقطه را برای من ناورد. چرا ناورد؟ بخاطر که نقاط ما با نام BM 1 BM 2 BM 3 به این شکل است، نقاط ما به این شکل است. حالا ما چی کار میکنم؟ اگه ایجا ما برش بگیم که بیم یک، ایجا برای ما صرف بیم یک آوردن، بیم یک که برای ما ایجا آورد، صحیحست؟ اگه ما ایجا برش بگیم که بیم مثلا چار، برای ما ایجا صرف بیم چار برای ما ایجا میاره که نمبرش چند است؟ 136 است. خب پس ما چی کار میکنم ایجا؟ ما ایجا علامه ستاره را اضافه میکنم، استر کی
این چی مفهوم میته؟ مفهوم از این است که یعنی به این شکل نوشته کردم نه بیم بعد از علامه ستاره یعنی شروعش به بیم شده باشه بعد از هر چی که باشه بیم یک، بیم دو، بیم سه، هر چی که باشه آفرین، شروعش به چی باشه؟ شروعش به بیم باشه آله، اگه من اینجا برم بیم یک، بیم دو، بیم سه، بیم چهار، الا بیم یازده به الیفیشن هم بکار کنم میتونیم استاد هم یه دوشتا کنم لارم تر سیس یا بازو بزنیم سبانه من نیسه صحیح شد؟ و یا یک رای دیگه هم هست که ما شما در اول ستاره اضافه میکنیم بعد از او اس نقشه میکنیم یعنی نقاط رو به ما انزرت کو که ختمش به اس باشه ختمش به اس باشه ما شاید بهتو نقطه نداشته باشه من زیاد است این تمام نقاط نقاط است که کودش به چی ختم شده؟ به اس ختم شده این را ما آورد بخاطر که شروع ازیره شروعش سی است نه مهم نیست ختمش به چی است؟ اس به پوش به دسته؟ او تو به پوش میدرسه؟ خب پس ما اینجا آمده چی نقشه میکنم؟ بی ام بعد از علامه ستاره یعنی تمام نقاط را در این گروپ شامل بساز که شروعش به بی ام باشه یعنی تمام بینچمارک‌ها خلاص و پیش از اینکه شما ایره راستن اوکی بگین اول یک دفعه پوینت لیست رفته ایره چک کنه که آیا این کار کرد نکرد صحیح است چیزای صحیح را به ما آورد چیزای اشتباه را به ما آورد صحیح است اینجا ویدیت کجا میتونیم استاد جفا مثلا فلانی بیم و گفتن دلیت کنیم از این از این قسمت؟ آساس نه از اینجا نباشه چی کار کنیم آفرین این سوال حل میکنیم انجنیر سر گفت مثلا ما بیم 11 را کار نداریم تمام بینچمارک ها باشه بجز از بیم 11 باز ما شما در پهلوی انکلود یک اصطلاح دیگه داریم به نام اکسکلود این خارج میسازه اکسکلود رفته اینجا چی کار میکنیم اینجا نقشه میکنیم withdraw description matching بیم چند 11 حالا اگر ما اینجا بریم تمام بینچمارک ها هست بجز از 11 صحیح شد یا مثلا اینجا نقشه میکنیم در اکسکلود که 6 نه تمام بینچمارک ها هست از 1 الی 11 منتها 6 نیستن صحیح شد؟ نقطه که دو گروه شامل ده ولی نیست شامل ده درست در ازی شاملی بازی وقت قرار که بینچمارک رو مخبزی درست ازی فرسو بیا که تغییر را وستر کن آره یا گروه پیش تغییر را سی نقطه تغییر تغییر کی بیا اغلط مهمه چه ده اغلط مهمه ده چه اول کم گروپ ده دوز در تخیمه ده فتن عمری در تخیم پاستا خو اکسکلود ازیره ما پاس از باید بریم سایس فامی دیم درسته؟ فامی دیم انکلود و اکسکلود تاسو به پوش وای اکسکلود که معنی خبر دیو منتها دا د انکلود برعکس ده دلته برته تر باسی یعنی تر ته دغه دغه پکې نه ای دغه دغه پکې نه ای لکه اوس مثلا زه بل مثال درته در کومه به تور مثال ما چی کار میکنیم ما پوینت گروپس رفته آل پوینتس انتخاب میکنیم به مفهوم که تمام نقاط آل پوینتس بیا حالا اگر ما پوینت لیست بریم تمام نقاط اینجا بریم آورد صحیح نه ولی ما اینجا یک شرط میتونم در exclude شرط ما چی است؟ شرط ما است که ما اینجا نشان میکنم بیم ستاره یعنی تمام نقاط بیار منتها بینچمارک ها از پیشش بکشه تمام نقاط اول بجز از بینچمارک ها فهمیده شد؟ خب ایره انتخاب نمیکنیم include آماده اینجا نشان میکنیم بیم ستاره exclude آماده ایره از انتخاب خارج میکنیم صرف بینچمارک ها و بعد از اون میگیم اوکی صحیح شد؟ اوکی گفتیم حالا اینجا ببینیم جایی که بنچمارک بود سترش چی کرد؟ تغییر کرد دیگه نقاط تغییر نکرد صرف بنچمارک ها سترش تغییر کرد حالا اگر ما شما در تغییراتش مثلا تغییر میاریم چی کار میکنیم؟ آل گروپس ها رایت کلیک نمیکنیم بلکه گروپ بینچمارک رایت کلیک میکنیم رایت کلیک ویجا میگم پروپرٹیز و دی تغییر میاریم صحیح نه؟ مثلا ما در تکستش تغییر میارم من ایدیت میکنم رنگ تکست ها بطور مثال ما ایک چیز دیگه میگیرم من پوینت دسکریپشن آمده رنگش ها این می رنگ سبز است چی است این تو بس در سابقه پول می تو کراتو آلو ببین سایز اپ تغییر بده کل چیز سایز
بیشتر که ما تغییر می آوردیم در تمام نقاط می آوردیم. آره صرف همون نقاط را که ما مثلا برای جدا یک گروپ جور کردیم، صحیح است؟ آره هر تغییری که ما میاریم صرف در مو گروپ تغییر میاد. خب یک چیز دیگر را متوجه باشین دیجا، یکی گروپ آل پوینتس است، دیگر گروپ بنچ مارک است، صحیح است نه؟ گروپ آل پوینتس و گروپ بنچ مارک. ما میتونیم که نقاط جدا جدا در جدا جدا گروپ ها قرار بدیم، حتی یک نقطه را در چندین گروپ ما قرار بدیم، میتونیم. و دیگه حالت قرارگیری از جا بسیار مهم است. به طور مثال اگر من خود پوینت گروپ را رایت کلیک و پراپرتیز ازی برم، سایز فعلا در اول چی انتخاب است؟ بنچ مارک. اگر من آل پوینتس بالا ببرم، اول چی بیا؟ آل پوینتس و ای را اوکی کنم، سایز اول چی آمد؟ آل پوینتس. ولی جب ببینید که استایل بنچ مارک پس از بین رفت، متوجه ورته اینجا سه؟ استایل بنچ مارک جب پس از بین رفت، ولی لمنز لاره زکه سیول 3D اول هغه حالت اپلای کی چې هغه په اول کې ده. سیول 3D حالت را اپلای میکنه یا عملی میکنه که در اول قرار داشته باشه، در صدر قرار داشته باشه. ما شما در آل پوینتس برای تمام نقاط یک فرمت داشتیم یا نداشتیم؟ پس من بنچ مارک را هم به حالت چی آورد؟ عادی. بپونه شوی فهمیدین اینجا سبا؟ خب چی کار میکنیم پس اینجا؟ در یه سلسله بندیده پراپرتیز و این بالا میبریم مستاد سلسله بندیده مثلا اوکی بی اول پوینتس بی بینچ مارک داده سی مفهوم ارکی انجنر سب زده پوکم داده سی مفهوم ارکی یعنی سیول 3D کچر تا بینچ مارک اول راوله او آل پوینتس دلان در راوله سیول 3D اول داگه بینچ مارکو نه لده آل پوینتس نراباسی ده تزان تا ستایل ورکی بیا متباقی چی چی پاته سو آغا دی آل پوینتس سٹایل ورته ورکی. خو کته اول آل پوینتس راوله سیول 3D د ټول لپاره اول دغه آل پوینتس سٹایل اپلای کی، نو چې هغه اپلای هغه په بنچ مارک هم اپلای کی. نو دا ډیر مهمه ده چې اول څه شي دویم څه شي، دا ډیر مهمه ده. ستاندرد خاص ولر نه نه ستاندرد خاص ولر ستاندرد خو نه لري. خو ګوره ما درته لکه چې تاسو د بنچ مارک کته راوله د تا د بنچ مارک سٹایل ورته ورکیږي. او که بله پروژه که اول پوینت را بیانسته بینچ مارک کنم بله پروژه نه گور اینجا سکر دا مهمه نه دا مهمه دا دا چه تا چه رقم یا حالت باره من استر اولی که چیر دزه گوره آل پوینتس پور تر اول ما دی ما دقا بینچ مارک هاگ استایل اخلی زی ما آل پوینتس تور کرده دا درست هاگ استایل زی ما آل پوینتس تور کرده آغا استایل اخلی او که چیر دزه بینچ مارک پور تر اول ما اول دی ما دقا بینچ مارک بنچمارکونه دو ته هغه سٹایل ورکی چې ما دا بنچمارک ته ورکړای بیا د متمقین نورو نقطو ته هغه سٹایل ورکی چې ما آل پوینتس ته ورکړای لکه عمومي دا رقم یو کار د سیګار پوینت او اکثر ار وخت باید لاندې یو ورځ یو بل مثال درته درکم زه به دا ودروم خو دغه یو طریقې ګروپ جوړ کردن صحیح شد خو یره سٹاپ کړم دا بس ټاپ کو سیو بیکو څنګه نور